قطع دفتر مرکزی تان شما گفت رو بگیم بگیم برادر اگر موضوع تعقیداتی اگر امنیتی است، اگر قطع مخابره از طرف طالب است، و چرا در این ولایت های دیگه بسید شاشد فعال است؟ چرا؟ به خاطر چی؟ همه طالب همون جام است؟ عبدالله قللق والی ولایت تخار در یک نشستی که نمایندگان شرکت‌های مخابراتی خصوصی نیز حضور دارد، هشدار می‌دهد در صورتی که شبکه‌های مخابراتی در تخار تا دو هفته دیگر فعالیتشان را 24 ساعته نسازند، نمایندگی‌های آنان را مسدود می‌نماید. تا اول جدیه 2000 میشه سال فردا. این برای شما فرصت است، مولت است، دفاتر مرکزی دارن، در جریان بگذارید. تا اول جدره برای ما شما یک دلیل قناعت بخش هست، یک دلیلی که قابل قبول قناعت بخش بوده باشد برای ما در پیوان در این موضوع را بکنیم. در غیر از اون ما اینوی جمع بود بعدم با یک جمع کرام با تصمیم بود بعدم بیزیم. در این حال شورای ولایتی تخار میگوید شبکه های مخابراتی خصوصی در اکثریت ولایات افغانستان که از تهدیدات بلند امنیتی برخوردار است فعالیت 24 ساعته دارند، اما در تخار فعالیتشان را محدود ساختند که این کار مردم این ولایت را با چالش جدی روبرو کرده است. 24 ساعته در اکثر ولایت هایی که شدیدن اوجا جنگ جریان داره، اما خودی هم مرکز ولایت زیر تهدید امنیتی است، در اوجا 24 ساعت فعال است. متاسفانه در طالقان، در تخار غیر فعال است. به این معناست که این میجه شک مردم دیگر زیاد میشه که شبکه ها اختیاری خودشان قطع میکنه این موضوع را بنابر مشکلات دیگر. اگر شبکه های مخابراتی مخالفین مسلح اگر قناعت داده نمیتونن باید برشان قناعت بتن. از سوی هم شماری از باشندگان تخار برخی از شبکه های مخابراتی خصوصی را به دزدی و خیانت متهم میکنند و از رئیس مخابرات میخواهند تا جلوی سودجویی و دزدی های مخابراتی را در تخار بگیرد. اگر این شبکه فعال میشه خوب نمیشن، ما مجبور هستیم که آنتن ها را بند کنیم، همین سلام روز هم استفاده کنیم. این طبقه های مردم مجبور هستن که بیان پروژه بگیره و بکنه و سپرتو ها. کلگی مردم از وضعیت موجود خسته است و سوتو آمده، بدیل از این بسته کردن دفاتر نمایندگی در ولایت است. با این همه رئیس مخابرات تخار قطع فعالیت شبانه مخابرات را در تخار تهدیدات مخالفان عنوان میکند و میگوید در صورتی که شبکه های مخابراتی به هشدارهای طالبان تن در ندهند، آنتن های مخابراتیشان که در تررس طالبان قرار دارد از سوی آنان به آتش کشیده میشود.